دیگه کم کم تیم های معتبر فوتبال هم دارن میان سمت ارزهای دیجیتال و به این پی بردن که درآمدی که میتونن از ارزهای دیجیتال داشته باشن خیلی بیشتر از جاهای دیگه و تبلیغاتشون میتونه باشه امروز توی این ویدیو میخوام یه دونه توکن بهتون معرفی بکنم که رشد خیلی عالی میتونه داشته باشه و آیندهش میتونه درخشان باشه حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش قبل شروع ویدیو هم با لایک و کامنتت بهم انرژی بدی تا بریم برای ترکوندن بازار خب دوستان ارز دیجیتال چلیز یه ارز دیجیتالی هستش که قابلیت اینو داره که به تیم‌های فوتبال این قابلیت رو بده که بیان فند هاشون رو روی این بلاکچین راه اندازی بکنند و به تیم‌های فوتبال در کل داره خدمات میده حالا این فند ها به چه دردی میخوره؟ به این درد می‌خوره که اونایی که میخوان تیم فوتبالشون رو دوست دارن و میخوان ازش حمایت بکنن یعنی فند رو خریداری می‌کنند جدای از اینکه حالا با بالا پایین شدن قیمت این چلیز و فانتوکن ها میتونن سود ببرن یا حالا ضرر بکنن علاوه بر اون میتونن توی یک سری از کارهای تیم هاشون مثل انتخاب طرح پیران جدیدشون برای فصل جدید انتخاب رنگ اتوبوسشون خریدن جایگاه ویژه توی استادیوم ها برای تماشای بازی ها و توی یک سری از رعی های باشگاهشون با این فانتوکن ها میتونن شرکت بکنن این فان توکن ها تقریبا چند سالی هستش که داره زیاد میشه توی بازار ارزهای دیجیتال و کمپانی چیلیز هم اصلی ترین بلاک هستش که داره این قابلیت رو به تیم ها ارائه میده و خیلی از تیم های مطرح و معتبر از این کمپانی دارن خدمات میگیرن چه باشگاهی و چه ملی توی جامعه جهانی پارسال هم شاهد این بودیم که چیلیز خیلی پررنگ عمل کرد و تونست یک سری اعتبار رو اونجا به دست بیاره الان هم در حال حاضر با قیمت 9 سنتی که داره گزینه مناسبی هستش برای هولد کردن و برای گرفتن سود خوب از بازار ارزها و همچنین از تیم‌های باشگاهی خب ما می‌بینیم که تیم‌های باشگاهی هیچ موقع تموم نمیشن یا اعتبارشون رو از دست نمیدن و هر روز اعتبارشون داره بیشتر هم میشه پس شما میتونی هم از فوتبال لذت ببری و هم با خرید این توکن سود بکنی از فوتبال و از باشگاهی که بهش علاقه داری در حال حاضر گفتم قیمتش 9 سنت هست و توی 24 ساعت گذشته 3 درصد تغییر داشته از 8 سنت تا تقریبا نز... 9 سنت بالا پایین داشته توی 7 روز گذشته نوسان زیاد داشته این توکن برای نوسان گیرا میتونه مناسب باشه برای دوستانی که میخوان فیوچرز بزنن میتونه مناسب باشه چون توی هفته گذشته مثلا ما اینجا کف قیمتی 8 سنت رو داشتیم اینجا سقف قیمتی 9.5 سنت پس یه گزینه خیلی خوبی هستش که بتونی روش فیوچرز بزنی یا نوسان بگیری و خیلی هم طبق چارت داره پیش میره توی یک ماه گذشته هم نزدیک به 19 درصد رشد داشته ولی خب این درصد زیاد قابل اتکا نیست چون نوسان زیاد داشته مثلا اینجا کف قیمتی 7 سنت رو داشته و اینجا سقف قیمتی 9 سنت و تقریبا میشه گفت 2 سنت بالا بوده و در حال حاضر روی 9 سنت هست توی یک سال گذشته هم باز ما نوسان زیادی رو رو شاهد هستیم اینجا داریم ببینیم سقف قیمتیش روی 16 سنت بوده و کف قیمتیش هم روی 5 سنت بوده و ای تیه چی که این توکن تونسته ثبت بکنه مربوط به سال 2021 یا همون بولران هستش که اتفاق افتاده و قیمت روی 64 سنت رفته بوده و همینجور هم که دارید میبینید ما نزدیک به بولران جدید هستیم و مجددا میتونیم شاهد این باشیم که برگرده به چه قبلی شو حتی از این ای چه هم بخواد رد بشه که قیمت 64 سنت رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم با قیمت 9 سنتی که الان روش قرار داره تقریبا یه چیزی باید نزدیک به 12 13 برابر بشه تا بتونه از این ناحیه عبور بکنه توی صرافی بسیار زیاد با معتبری هم لیست شده و برای خرید شما میتونی از صرافی البانک یا صرافی ایرانی کیف پول استفاده بکنی و این توکن رو بخری و هولد بکنی ولی اگه بخوایم کارت اگه بخوایم بهش یه سری بزنیم میبینیم که اینجا از ATH تی که سال 2021 زده توی تایم فریم روزانه دقیقا با این خط روند داره حرکت میکنه و چندین بار تا حالا بهش ضربه زده و اگر ما بخوایم این ناحیه که الان هست رو با هم دیگه بررسی بکنیم و اگر بخواد این خط روند رو طی بکنه میتونه مجددا توی این نواحی این خط روند رو لمس بکنه و بریزه پایین یعنی از این ناحیه که قرار داریم میتونه تا این قسمت یک رشدی داشته باشه که تقریبا یک رشد 46 درصد 50 درصدی رو ما میتونیم از این توکن شاهد باشیم تا مجددا به این خط روند بخوره البته امکانم داره این خط رو رد بکنه قیمت بالاتر بره یا اصلا به این خط نرسه و برگره پایین این صرفا یه تحلیل تکنیکال هست ولی ما میبینیم که از سال 2021 تا امروز کاملا با این خط روند داشته حرکت بیکرده و خوب واکنشتشون داده پس ما میتونیم یه تقریبا 46-50 درصدی رو انتظار داشته باشیم از این توکن تا به این خط روند برسه و امکان داره این 50 درصدی که اینجا داریم ببینیم ظرف چند روز آینده اتفاق بیفته و امکان هم داره حالا یه مقدار تایمش تا عقب جلو بشه ولی در کل ارز خوبی است ارز آینده داری است قیمتش در حال حاضر قیمت مناسبیه و میتونید بهش به چشم یک ارز دیجیتال برای هولد بلند مدت بهش نگاه بکنید و ازش استفاده بکنید امیدوارم که بتونید ازش سود خوبی ببرید و به دردتون بخوره ضمن اینکه فعلا هم خیلی از سود بازار جا مونده با توجه به اینکه همه توکن سودهای خیلی قوی داشتن این فعلا سود آنچنانی نداشته و میتونه گزینه بعدی برای افزایش قیمت و سود باشه مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه یا هم